هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، سلام و درود بر شما. برنامه امروز رو ابتدا با تبریک عید انگیزاننده قربان، بین الملل فدا و قربانی و بعد از اون با درود و خدا قوت به زندانیان سیاسی اعتصابی زندان گوهردشت شروع میکنیم که اونها هم جانهای ارزشمند خودشون رو که تنها سلاحشون در برابر دیو استبداد هست برای به کف آوردن گوهر آزادی مردم ایران در طبقه اخلاص گذاشتن. زندانیان قهرمانی که امروز 34مین روز اعتصاب غذای خودشون رو پشت سر گذاشتن، اگرچه این روزها خبرهای نگران کننده ای از وخامت حال این زندانیان که از هر گونه مراقبت و رسیدگی پزشکی محروم هستند میشنویم، اما در عوض دیروز خبر مهم موضع‌گیری خانم عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل متحد درباره حقوق بشر در ایران رو در حمایت از این زندانیان داشتیم که این موضع توسط دو تن از گزارشگران برجسته حقوق بشر ملل متحد مورد حمایت و تایید قرار گرفته و از اونجا که یکی از مهمترین اهداف این اعتصاب غذا جلب توجه مراجع بین‌المللی نسبت به وضعیت به شدت ضد انسانی حاکم بر زندان‌های رژیم هستش، این یک پیروزی هست و ما اون رو به زندانیان اعتصابی و همه حامیانشون تبریک میگیم. خانم عاصمه جهانگیر در موضع‌گیری خودش ضمن ابراز نگرانی از وضعیت زندانیای اعتصابی، رژیم رو در برابر مسئولیتش قرار داده و تاکید کرده که باید به خواسته های زندانیان اعتصابی که چیزی بیش از حقوق شناخته شده زندانیان رو نمیخوان توجه بکنه، چیزی که با توجه به تغییر شرایط بین المللی اگر رژیم بخواد باز هم نسبت بهش بیتوجهی بکنه باید بهای سنگینی بابت اون بپردازه. ما بحث و گفتگوی امروز خودمون رو به همین موضوع اختصاص دادیم و در همین رابطه ابتدا توجهتون رو به یک گزارش جلب میکنیم. سایت سازمان ملل متحد ژنو، 9 شهریور. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، امروز در مورد وضعیت تعدادی از زندانیان و نحوه رفتار با آنها در هنگام بازداشت که در اعتصاب غذای به درازا کشیده شده خود در اعتراض به انتقال آنها به یک بخش فوق امنیتی زندان رجای شهر واقع در غرب تهران هستند، نگرانی عمیق خود را ابراز داشت. خانم جهانگیر گفت: من نسبت به گزارشات موجود مبنی بر وخامت شرایط درمانی زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر میبرند و نیز شکنجه و بدرفتاری با آنها که از زمان انتقالشان همچنان ادامه یافته است عمیقا نگرانم. این کارشناس حقوق بشر پس از برشمردن تضییقات ضد انسانی که زندانمانان و دشکیمان نظام ولایت بر زندانیان وارد میآورند گفت: محروم کردن زندانیان از تماس خانوادگی، وکیل و خدمات مکفی درمانی برخلاف قوانین بین المللی است. این بیانیه توسط آقای داینوس فراس، گزارشگر ویژه درباره حقوق هر فرد برای بهره‌مند شدن از بالاترین دسترسی به استانداردهای سلامت فیزیکی و روانی و همچنین آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه آزادی مذهب و عقیده و گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها تایید شده است. خبرگزاری رویتر، 9 شهریور. ملل متحد از ایران می‌خواهد که اعتصاب غذای زندانیان را حل و فصل کند. جهانگیر طی بیانیه گفت: من نسبت به گزارشات موجود مبنی بر وخامت شرایط زندانی زندانیانی که در اعتصاب غذا به سر می‌برند و نیز شکنجه و بدرفتاری ما آنها که از زمان انتقالشان همچنان ادامه یافته است عمیقا نگرانم. خبرگزاری فرانسه، 9 شهریور. خبرگزاری فرانسه از نگرانی شدید عاصمه جهانگیر نسبت به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی که در اعتراض به شرایط زندان خود دست به اعتصاب غذا زدند گزارش داد. عاصمه جهانگیر نسبت به تداوم شکنجه و بدرفتاری با زندانیان سیاسی پس از انتقال آنها به بند امنیتی زندان رجای شهر ابراز نگرانی کرده است. دویچه وله، 9 شهریور. رادیو آلمان ضمن انعکاس گزارش خبرگزاری فرانسه، موضع‌گیری سازمان عفو بین‌الملل را نیز خاطرنشان کرده و می‌افزاید:
سازمان عفو بین الملل درباره وضعیت این زندان از جمله نوشته است: زندانیان در سلولهایی با پنجرههایی که توسط ورقه‌های فلزی پوشیده شده حبس شدند. آنها به آب آشامیدنی پاک، غذا و همچنین تخت و اندازی افراد دسترسی ندارند. واشنگتن پست 9 شهریور. عاصم جهانگیر، گزارشگر مستقل و ویژه در مورد حقوق بشر ایران که توسط شورای حقوق بشر این مسئولیت را دارد، گفت که او در مورد گزارشاتی درباره بدتر شدن وضعیت پزشکی زندانیان که مواجه با شکنجه و بدرفتاری بودند، عمیقا نگران است. خبرگزاری آسوشیتد پرس 9 شهریور. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید زندانیان اعتصابی به بدرفتاری و انتقال آنها به بخش امنیتی شدید در زندان رجایی شهر در کرج در غرب تهران معترض هستند. روزنامه اوکاز شاپ عربستان 9 شهریور. دفتر جهانگیر گفت از میان مجموع 53 زندانی حداقل 18 نفر در حال اعتصاب غذا هستند و وزارت خارجه ایران از ارائه نظر خودداری کرده است. اوتو برنهارد از طرف کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد 9 شهریور. مدت هاست که شما را در وضعیتی که هستید همراهی می کنیم و از حامیان و سیاستمداران بین المللی نیز که تاکنون از وخیم‌تر شدن اوضاع ممانعت به عمل آوردند به خاطر همبستگیشان تشکر می کنیم. ما همراه با شما خواستار تحقیق و پیگرد قضایی مسئولان قتل عام سال 1988 توسط یک کمیسیون بیطرف بین المللی هستیم تا به مجازات این مجرمان در دیوان عالی جزایی بین المللی نایل شویم. رژیم ایران در موضع ناحق قرار دارد و دست به جنایت علیه بشریت می زند. مبارزه شما علیه شرایط غیر انسانی حبس و شیوه های مجازات یک عمل قهرمانانه است و همبستگی بی انتهای ما را برانگیخته است. کمیته پارلمانی بریتانیا برای آزادی ایران 9 شهریور. ما به تلاش‌های خود برای بدرسته کردن وضعیت غیرقابل قبول و غیرقابل تحمل زندانیان ایران ادامه می‌دهیم و تا رسیدن به حقوق مشروع شما دست از تلاش بر نخواهیم داشت. کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان 9 شهریور. بر تعهدمان نسبت به شما تا تحقق خواسته‌های برحقتان پای می‌فشاریم. بله، سرانجام بعد از گذشت 33 روز از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی، این رنج ها و پایداری ها و این مایه گذاشتن از جان ها در این جنگ اراده ها اولین ثمره خودش رو به بار آورد و همونطور که در این گزارش هم که پخش رو دیدیم، مراجع بین المللی وارد این قضیه شدن و به حمایت از زندانیان اعتصابی برخواستن، موضوعی که تاثیرات خودش رو بر دیکتاتوری آخوندی خواهد داشت. این موضوعی هست که ما الان اون رو با خسرو شکراللهی مورد بحث و گفتگو قرار میدیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و متشکرم از حضورتون. خواهش میکنم، خیلی ممنون. و من سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان سیمای آزادی. بله، من یک چند سوال داشتم، اما میخواستم اول اگه ممکنه یه مقدار صحنه رو با توجه به موازی که هم خانم عاصم جهانگیر و دو تن دیگر از به اصطلاح مقامات سازمان ملل داشتن، این صحنه رو یه مقدار توضیح بدیم، باز کنیم. بله، اجازه بدید قبل از پاسخ به سوال شما، من هم به نوبه خودم، شما اشاره کردید به از جان مایه گذاشتن ها و رنج ها و پایداری های این زندانیان سیاسی مقاوم و قهرمان، اجازه بدید من هم به نوبه خودم به همه اونها درود بفرستم و تحسین کنم عزم اونها رو و اراده اونها رو و قهرمانی اونها رو در این اعتصاب قضا. بیشک تمام اعضای این خانواده مقاومت در هر لحظه با اونها هستند، در رزم و رنج اونها شریک هستند و واقعا مشکل این روزها که آدم یک لحظه این قهرمانان رو از یاد ببره و اونها رو به یاد نداشته باشه. در هر لحظه زندگی و تلاش و کار خودمون در این مقاومت این قهرمانان رو مد نظر داریم و این پایداری و مقاومتی رو که دارن میکنند و از همین فرصت استفاده میکنم و یک بار دیگر به همه این برادران مقاوم و قهرمانم درود میفرستم. شما گفتید که صحنه رو توصیف بکنید. ببینید، واقعا این که رژیم آخوندی وقتی در چنبره بحران ها به اصطلاح
بهش فشار میاره و غرق میشه به شیوه همیشگی خودش. اولین جایی که میره فشار میاره، فشار بر زندانیان سیاسی است، یکی از جاهایی که فشار میاره. این رو ما بارها در تاریخ منحوس و ننگین این رژیم شاهد بودیم در هر بحرانی که باش روبرو میشه. یکی در حال حاضر هم همین وضعیت بود. رژیم آخوندی برای فشار بر زندانیان سیاسی، برای در چنبره بحران هایی که درش درگیر، فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داد، برداشت این زندانیان رو منتقل کرد به محل هایی که حتی میگفتن در سلولاش نور و هوای کافی برای تنفس وجود نداره و با دوربین های مدار بسته پیوسته اینها رو مد نظر داره برای سرکوب بیشتر اینها، و انواع و اقسام فشارهایی که بر این زندانی ها وارد میکرد. و زندانیان سیاسی هم دو راه بیشتر نداشتند، یا باید سکوت میکردن و یا باید اعتراض میکردن. خب طبعا معلومه که آنچه که شایسته این قهرمانان است، آنها هم همین رو انتخاب کردن، اعتراض رو. ابزاری که برای رسوندن، راهی که برای رسوندن این صدای اعتراضشون به مردم ایران و جهان وجود داشت، اعتصاب قضا بود و اینا دست به اعتصاب قضا زدن و این مقاومت بزرگ و این پایداری رو شروع کردند. رژیم آخوندی خب اول تلاش کرد با تهدید و ارعاب و این چیزها به جلو اینا رو بگیره، که خب اینا چارساز نبود. چرا؟ چون که یکی از ویژگی های این سبیم که جمعی همشون با هم دیگه و جمعی گفتن که ما تا آخر سر این ایستادیم و پایداری میکنیم. بله. وقتی رژیم دید که نه، این تهدیدها کارساز نیست و نمیتونه با اونا کاری از پیش ببره، توطئه سکوت رو در قبال این حرکت قهرمانان تلاش کرد پیش ببره. به چه نبه؟ به نبه که اجازه نده کسی مطلع بشه که این چه در صحنه داخلی و چه در صحنه بین‌المللی از این اعتصاب قضا و این مسئله لاغر خیلی در جامعه پا پیدا نکنه، در صحنه بین‌المللی پا پیدا نکنه و منتشر و بازتاب پیدا نکنه. این هم اولا در صحنه داخلی به همت خانواده ها و هواداران مقاومت، این تلاش رژیم، این توطئه سکوت رژیم به شکست انجامید. این خبر به طرز گسترده‌ای به همت همین خانواده ها و هواداران مقاومت پخش شد، گسترده بلخص از طریق فضای مجازی. طوفان های توییت، چندین طوفان توییت را انداختن در هشتگ های مختلف، هشتگ اعتصاب قضای زندانیان گوهردشت و اینها، و کلا این توطئه رژیم رو در هم شکستن و در جامعه ایران خبر این اعتصاب قضای زندانیان سیاسی پا در آورد و منتشر شد و بازتاب پیدا کرد و جامعه از اون مطلع شد و جامعه آنچنان نسبت به این مسئله واکنش نشون داد جامعه که رژیم مجبور شد وارد بشه. و همین داستان رژیم در تهران، دولت آبادی اومد و گفت که نخیر، ما مخور این اعتصاب قضای زندانیان سیاسی نمیشیم. یعنی چیزی که آخر یعنی میگید که به صورت گفت عقب نمیشینیم و تأثیری نداشت این حرکت های روی رژیم؟ نه ببینید، تأثیرش این هست که اون این که میاد میگه ما عقب نمی نشینیم و مخور این نمیشیم، شما در نگاه کنید، در حال میاد این حرف رو میزنه داستان رژیم در تهران که سیاست رژیم سکوت بوده. خب بهتر بود اگه این سیاست سکوته. خب هیچ وقت یک مقام جانی و جنایتکاری در حد همین دولت آبادی نیاد حرفی بزنه. ولی وقتی که ما ناچار میشه این داستان خودش رو بفرسته به صحنه و اینطوری واکنش نشون بده که اون که ما که مخور نمیشیم که جست و قیافه است، مگر کسی از رژیم چیزی غیر از این انتظار داشت؟ چیزی غیر از جنایتکاری بیشتر و شناعت و شقاوت بیشتر؟ نه. خب این که مشخصه. ولی وقتی که میاد همچین جوابی میده، عرض کردم در پاسخ به همین موج اجتماعی هست که در جامعه ایجاد شده بر اثر این حمایتی که از این فرزندان و خودشون مردم ایران میکنن در زندان ها و در این اعتصاب قضا. بعد دیگرش در جنبه بین المللی اون بود. باز هم اینجا به همت مقاومت ایران، به همت هواداران مقاومت ایران در چندین شهر بزرگ در سراسر جهان، هواداران مقاومت اکسیون برگزار کردند، فعالیت کردند، با رسانه ها تماس گرفتند، با مقامات تماس گرفتند، با پارلمانترها، و دست به اعتصاب قضا زدند. خودشون هم در همبستگی با اعتصاب قضای زندان سیاسی در زندان گوهردشت، و همه اینها باعث شد که انا شاهد هستیم در
میشه گفت در بالاترین سطح بین المللی و یا در واقع یک سطح بین المللی بالا نسبت به این اعتصاب قضا حساسیت ایجاد شده و موضع گیری کردن. خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه دبیر کل ملل متحد اومد در این زمینه موضع گیری کرد، بیانیه ای که داد، نمیدونم هموطنان من اگه خونده باشن بیانیه قبیحی هست، میگه که این کاری که رژیم داره با عذر میخوام با زندان سیاسی میکنه در زندان گوادش، این نقض حقوق بشر، نقض قوانین بین المللی، رژیم رو فراخوان فرا میخونه که این اقدامات رو متوقف بکنه. بعدش میگه باید برید به خواسته های اینها رسیدگی بکنی. بنابراین یک بیانیه قوی ساتی که به همراه دو گزارشگر تخصصی دیگر ملل متحد، آقای احمد شهید و آقای داینوس پاراس، که اینها هم از بیانیه خانم جهانگیر حمایت کردن و دفاع کردن و تمام اینها باعث شد که توطئه رژیم برای سکوت در صحنه بین المللی هم به شکست بیانجامه. خب وقتی که همچین چیزی میشه میبینیم که این در واقع اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی، تجربه مقاومت ایران که بارها به اثبات رسیدی که وقتی که پایداری میکنند فرزندان ملت ایران در راه رسیدن به حقوقشون، در راه اهدافشون، خب معلومه جامعه، مردم ما و جهان هم به حمایت از اونها برمیخیزند. درسته. شما الان تو صحبتاتون اشاره کردید به اصطلاح نقشی که، یعنی فضایی که در جامعه بین المللی و به اصطلاح سازمان‌های حقوق بشری بسیار سطح بالا در ملل متحد بله. کشید. آیا این واقعا یک موضوع جدی، یک ضربه جدی بخوایم بگیم به رژیم محسوب میشه؟ برای چی اینو میپرسم؟ برای اینکه این رژیم یک قلم فقط 60 بار تالا به لحاظ نقض حقوق بشر تو ملل متحد محکوم شده. بله بله. مثلا این هم شاید در اعداد اون در نظر بگیریم. بله ببینید، اجازه بدید سوال بسیار خوبیه. من یک توضیح خدمت هموطنانمون بدم. یک پاسخ عام دارم به سوال شما و یک پاسخ خاص. پاسخ عام هم این است، ببینید اگر رژیم امروز اینچنین در عرصه بین المللی منفوره، اگر اینچنین افشا شده است، اگر می‌بینیم که اینچنین در انزوا قرار داره، خب این یک باره و خلق ساعه نبوده که یک باره رژیم اینطوری بشه، بلکه تمام همین محکومیت هایی که شما بهش اشاره کردین که هر کدومشون و تک به تکشون با تلاش، با رزم، با رنج و با از جان مایه گذاشتن هایی از قبیل همین کاری که زندانیان سیاسی دارن میکنن، اینها گام به گام رقم خورده، رقم خورده، رقم خورده، یکی بعد از دیگری، و این بناء رفیع مقاومت ایران رو در عرصه بین المللی، بناء رفیع انعکاس دادخواهی ملت ایران رو در عرصه بین المللی بنا کرده. و حالا اگر رژیم در چنین موقعیتی قرار گرفته، دقیقاً به خاطر اون تلاش ها هست که گام به گام و دانه به دانه و متر به متر پیشروی کردن مردم ما، مقاومت ما، فرزندان دلیر مردم ایران، و این رو رقم زدن. پس اون محکومیت هایی که شما اشاره میکنید، بله طبعا اونا همه مؤثر هست وقتی که رژیم رو به این نقطه میرسونه. اما به طور خاص وقتی که این سه نماینده ویژه ملل متحد وارد میشن، اون جای خودش، اون سهم مردم و مقاومت ایران جای خودش در اون زمینه خاص، حالا بیم به جنبه اخصش هم بپردازیم، از جنبه سیاسی هم به مسئله نگاه کنیم. ببینید ورود این نمایندگان در چنین صحنه سیاسی که امروز وجود داره، این خیلی مسئله مهمیه. چه جنبه ای از مسائل سیاسی رو دارم میگم؟ اون جنبه ای که برمیگرده به تحریم های رژیم ایران، این تحریم هایی که در عرصه جهانی دوباره داره شدت میگیره، بلخص مثلا در آمریکا شاهد بودیم که با تصویبی که کنگره آمریکا و قانون تحریم های جدیدی که تصویب شد در آمریکا و رئیس جمهور آمریکا هم امضا کرد. البته شما ارتباطی بین این دو تا می‌بینید؟ یعنی اون موضوع تحریم هاست، بله، موضوع نقض حقوق بشره. بله بله، ببین دقیقاً ارتباط داره. چطور؟ عرض کردم ببین اگر ما بخوام از بعد سیاسی نگاه کنیم، این تحریم هایی که اعمال شده در سه زمینه، گفتن ما می‌خوایم تحریم اعمال کنیم، و در سه زمینه جامعه جهانی فعال شده اکنون، نه فقط در آمریکا. یک زمینه همین فعالیت های موشکی رژیم است، یک زمینه فعالیت های تروریستی رژیم است، زمینه سوم نقض حقوق بشره. بله. و این تحریم هایی که کنگره آمریکا تصویب کرد و رئیس جمهور آمریکا امضا کرد، یکی از سه زمینه اصلیش نقض حقوق بشره، و میپردازه به نقض حقوق بشر. اجازه بدید من خود این ماده رو که در مورد نقض حقوق بشر از همین متن تحریم ها براتون بخونم،
بند الف بخش 6 اینطوری اومده: وزیر خارجه باید تا 90 روز پس از تصویب این لایحه و پس از آن به صورت سالانه فهرستی از هر شخصی که وزیر طبق شواهد معتبر تعیین می‌کند به کمیته‌های مربوطه در کنگره ارائه بدهد. یکیش ماده یک رو اینجا اشاره می‌کنه: مرتکب کشتار غیرقانونی، شکنجه یا سایر مواردی که به طور بین‌المللی، اینجا رو دقت کنید، مواردی که به طور بین‌المللی نقض آشکار حقوق بشر خوانده می‌شود شده باشد. یعنی شخصیت‌هایی که این کارا رو کردن، شکنجه، کشتار غیرقانونی یا مواردی که به طور بین‌المللی نقض آشکار حقوق بشر، اینها باید گزارش داده بشه ازشون و اینها مورد تحریم قرار می‌گیرن. یادآوری کردم که خانم عاصمه جهانگیر هم میگه کارهایی که رژیم داره در زندان گوهردشت علیه زندانیان اعتصابی میکنه نقض قوانین بین‌المللی هست. پس ارتباط رو میبینید در صحنه بین‌المللی. بنابراین وقتی که گزارشگران ویژه ملل، گزارشگران رسمی ملل متحد وارد میشن و وقتی که چنین بحثی از تحریم ها، چنین زمینه ای به خاطر نقض حقوق بشر است، خب معلومه اینجا یک پیشروی هست برای مردم ایران، برای مقاومت ایران و برای جنبش آزادی خانه مردم ایران، که مسئله نقض حقوق بشر هم در کنار چیزهای مثل اتمی و داره در عرصه بین المللی قرار میگیره. ببینید اشاره کنم، خود روحانی اخیراً در همین سخنرانی که کرده بود میگه که ما خیلی حساب زیادی باز میکنه برای اینکه ما اگر بخوایم مثلا وضعیت اقتصادیمون رو از این وضعی که اصرا بکنیم، مطابق حرفای اون دارم میگم، بله، ما باید سرمایه گذاری خارجی رو جذب کنیم. خب حالا وقتی که تحریما داره شدت میشه، تمام این خواب و خیال هایی که برای بیرون آوردن رژیم از این بحران ها داره میبینه آخوند روحانی و جناهای رژیم، این همه برباد میره. چرا؟ چون که این یک چرخه هست، یک خیلی روشن در برابر ملت ایران قرار گرفته. یک مسئله مثل نقض حقوق بشر، فشار بر زندانیان سیاسی، اعتراض زندانیان سیاسی، دست زدن اونا به اعتصاب قضا، جهانی شدن این مسئله، راه پیدا کردن این مسئله به مسئله نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین المللی و بعد افزایش تحریم ها و مجددا فشار به رژیم و این فشار خفه کننده تحریم ها بر رژیم آخوندی. پس میبینید این در واقع کاری که این زندانیان قهرمان کردن یک گام از پیشروی جنبش آزادی خانه مردم، یک گام تکمیلی در این زمینه هست. بله. و این اون چیزی است که این حرکت رو بسیار حائز اهمیت میکنه و این موضع‌گیری هایی که ما امروزش شاهدش بودیم. بله. آخرین سوالم هم خواستم خدمتتون بکنم، اگه ممکنه کوتاه جواب بدین. ما تا به حال شاهد اعتصاب قضایی زندانیان سیاسی بودیم قبل از این هم، اما چرا این بار این اعتصاب قضا اینقدر تاثیرگذار و جدی شد؟ ببینید شرط سیاسی رو اشاره کردم، ولی به یک مسئله دیگه هم باید اشاره بکنیم و اون هم ببینید در فضایی هست که این اعتصاب قضا در اون داره اتفاق میفته، فضای اجتماعی. بله. و اونم پیشروی جنبش دادخواهی مردم ایران هست. جنبش دادخواهی از خون قتل عام شدگان شهدای سرفراز قتل عام سال 67. بله. اینقدر این جنبش پیشروی کرده، اینقدر در جامعه ایران تحت تاثیر قرار داده جامعه ایران رو، که حالا میبینیم دیگه خود رژیم هم روزی نیست که به این اعتراف نکنه. همین چند روز پیش میگفت که باید ما خبر میداد که یک مستندی ساختیم در مورد اعدامهای سال 67، در صورتی که تا حالا سیاست رژیم از سال 67 تا کنون سکوت در مقابل این بود. بله. در از این 30 سال. درست. ولی حالا ببینید چقدر جامعه به کجا رسیده که دیگه رژیم ناچار اینطوری واکنش نشون بده. بنابراین این اعتصاب قضا و این پایداری زندانیان مقاوم، در حالی که جنبش دادخواهی هم تا اینجا پیش روی کرده، این خودش یک اهمیت و مفهوم مضاعفی پیدا میکنه. خیلی خیلی متشکرم از توضیحاتی که دادید. خواهش میکنم. چهارشنبه هفته گذشته نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به وین رفت تا در مرکز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این شهر موضوع بازرسی از مراکز نظامی رژیم رو که درگیر فعالیت‌های محتمل مخفیانه اتمی هستند در دستور کار قرار بدن و
و بعد از یک هفته روز گذشته شاهد پاسخ مثبت آژانس به این درخواست بودیم. گزیده‌ای از خبرهای مربوط به این جریان و واکنش‌های هراس‌آلود رژیم نسبت به اون. کابوس رژیم، بازرسی آژانس از مراکز نظامی. تلویزیون رژیم ده شهریور. نماینده آمریکا در سازمان ملل بار دیگر مدعی شد تهران باید اجازه دهد از سایت‌های نظامی کشور بازرسی شود. نیکی هیلی در واکنش به اظهارات مقام‌های ایرانی گفت اگر بازرسی از سایت‌های نظامی ایران رویاست، پایبندی ایران به برجام هم رویاست. پیشتر مقامات کشورمان از جمله سخنگوی وزارت خارجه طرح مسئله بازرسی از اماکن نظامی ایران را به طنز تشبیه و اعلام کرده بودند. این مسئله خوابی است که تعبیر نخواهد شد. سایت حکومتی عصر ایران ده شهریور. یوکی آمانو: بازرسی های آژانس نظامی غیر نظامی ندارد، هر جا لازم باشد بازرسی می شود. آمانو با رد تفسیرها درباره مستثنا بودن مراکز نظامی ایران از بازرسی های آژانس گفته بر اساس توافق برنامه جامع اقدام مشترک بازرسی از مکان های مختلف ایران به نظامی و غیر نظامی تقسیم نشده و بازرسان آژانس در صورت تشخیص وجود فعالیت‌های مشکوک در هر مرکزی از ایران می‌توانند در چارچوب سازوکار پیش‌بینی شده از آن مرکز بازرسی کنند. خبرگزاری سپاه پاسداران فارس، 9 شهریور. دفتر نیکی هیلی در بیانیه بار دیگر مدعی شده که آژانس به موجب برجام مجاز به دسترسی به سایت‌های نظامی ایران است. در واقع ذیل برجام و پروتکل الحاقی آژانس مجاز به مطالبه دسترسی به هر نقطه‌ای در ایران از جمله اماکن مرتبط با سایت‌های نظامی ایران است. پروتکل الحاقی در 129 کشور اجرایی شده و این مجوزهای بازرسی جدید منحصر به یک کشور یا مورد مناقشه نیستند. سایت حکومتی تابناک ده شهریور. نیکی هیلی: ایران چهره واقعی خود را نشان می‌دهد. وی همچنین در واکنش به بیانیه حماس برای از سرگیری روابط با ایران گفت ایران یک بار دیگر دارد چهره واقعی خودش را نشان می‌دهد. ایران بایستی تصمیم بگیرد که می‌خواهد عضوی از جامعه ملل باشد و تعهداتش را جدی بگیرد یا اینکه می‌خواهد رهبر یک جنبش تروریستی باشد. ایران نمی‌تواند هر دو باشد. مهدی محمدی از باند خامنه‌ای ده شهریور: من نمی‌گویم نباید داستان درخواست بازرسی از تأسیسات نظامی ایران را جدی گرفت، اما این مسئله حتی اگر جدی شود یک مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی این است که در حالی که آمریکا با احیای تحریم‌ها عملاً در حال خروج از برجام است، ایران در وضعیتی قرار می‌گیرد که دائما تأکید کند هرگز به برجام آسیب نخواهد زد. نقوی حسینی، عضو مجلس ارتجاع ده شهریور: بازدید از اماکن نظامی ما مطلقاً منتفی و ممنوع است. نقوی حسینی با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای وادار کردن آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جهت بازدید از تأسیسات نظامی و غیر هسته‌ای ایران گفت بازدید از اماکن نظامی ما مطلقاً منتفی و ممنوع است و چنین موضوعی برای هیچ مرجع و کشوری مجاز نیست و برجام همچنین اجازه ای را به هیچ مرجع و کشوری نمی‌دهد. بالاخره کابوس رژیم و چیزی که آخوندهای حاکم ازش خیلی وحشت داشتن واقع شد و در پی سفر هفته گذشته نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل به وین و دیدار و گفتگوی او با مقام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آژانس روز گذشته موضع رژیم ایران در مورد ممنوعیت بازرسی از سایت‌های نظامی رو مردود دونست. آمانو مدیر کل آژانس گفت که در صورت ظن و گمان به احتمال فعالیت‌های اتمی، دسترسی به تمامی سایت‌های مربوطه در ایران ضروری است. آمانو اضافه کرد که مطابق شرایط رصد و مراقبت دائمی که رژیم ایران هم اون رو پذیرفته، آژانس بدون استثنا به تمامی اماکن بایستی که دسترسی داشته باشه و در این زمینه بین اماکن نظامی و یا مدنی فرقی نیست و آژانس اقدام به بازرسی از کلیه اماکن میکنه تا مطمئن بشه که رژیم ایران فعالیت اتمی نداشته باشه. در متن برجام و اونجا که به ضرورت بازرسی مراکز مشکوک اشاره میشه، هیچ تفاوتی بین مراکز نظامی
و غیر نظامی قائل نشده و هیاهوی رژیم در اطراف اون هیاهو برای هیچ بوده و رژیم دجال تنها برای دلخوش کردن و روحیه دادن به نیروهای در حال ریزش این موضوع رو علم کرده بود. اما اکنون به طور دو ضرب این مسئله روی سر خودش و نیروهاش خراب میشه. الان چنان که در همین گزارش هم دیدیم، همون دلواپسایی که بازدید بازرسان بین المللی از مراکز نظامی رو خط قرمز نظام و رگ گردن خود قلمداد میکردن، حالا شروع کردن به این که بازدید از مراکز نظامی مسئله اصلی نیست و همونا که پیش از این داد و فریاد میکردن که رژیم باید از برجام خارج بشه، بعدن فریاد و فغان میکردن که آمریکا میخواد برجامو دور بندازه. حالا همین ها دوباره شعار میدن که اگر آمریکا تحریم ها رو برگردونه، نباید از این که ما برجام رو نقض نمی کنیم آسوده خاطر باشه. البته تمام این حرفا و تمام این ژستا با سیلی صورت سرخ کردنه و رژیم خیلی خوب میدونه که اگه آژانس تصمیم به بازرسی از یک مرکز نظامی یا یک پادگانی رو بگیره، رژیم قادر به مخالفت با اون نیست، چرا که متهم به نقض برجام میشه و ضمن اون که همه شش قطعنامه قبلی شورای امنیت و تحریم‌های پیش‌بینی شده در اونها برمیگردن، رژیم بلافاصله مشمول بند 7 منشور ملل متحد میشه و در معرض اقدام نظامی بین‌المللی قرار میگیره. اگر هم با بازرسی‌ها موافقت کنه، اقدامات محرمانه و غیرقانونیش که ماهیت نظامی داره از پرده بیرون میفته و از این طریق دوباره مشمول تحریم‌های بین‌المللی و سایر عواقب اون خواهد شد. و در این بنبست، این بنبست مرگبار، هیچ راه پیش و پسی برای نظام آخوندها متصور نیست. دوستان عزیز بیننده، با سپاس از اینکه تا پایان برنامه همراه ما بودین و با این امید که برنامه امروزمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه، با همه شما خداحافظی می‌کنیم. موفق و پیروز باشید.